خب آقای امید سجادیان عزیز، الان ما کجایی؟ من است اینجا الان منطقه دمچنار، جنگل های سوخته دمچنار، روستای علی کریمی که به پسکیل هم معروفه. تو استان کوکیل بویرحمت، تو قلمروی شهرستان بویرحمت. چقدر با یاسوج فاصله داری؟ اینجا 45 کیلومتر، خود این منطقه 50 کیلومتر. اینا از جاده بیاین بالا. من الان میبینم پوشش علفی بسیار خوبی هست، ارتفاع ساوانا خیلی بلند شده، کمتر برهنگی تو سطح خاک میبینیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما اینجا رو تونستیم به کمک جامعه محلی قرخ کنیم؟ بله، پس این جنگل سال تیر 1399 نزدیک به 3000 هکتارش سوخت. همینجایی که ما الان توش هستیم، یعنی سال 99 سوخته. سوختگی هم دقیقا مشخصه، این درختای خوش، شاخهای خوش، از دورم که وایسی مشخصه یک جنگل خیلی خوب بود و گونه‌های تنوع گیاهیش و حتی جانورش هم خیلی خوب بود. سال 99 که دچار آتش سوزی شد، 3000 هکتارش سوخت. یعنی یک وضعیت وخیمی بود. ما از اون سال با کمک مردم اومدیم اینجا رو قرخ کردیم. خود مردم اومدن پای کار، یعنی ما با مشارکت خود مردم. چون خودشون دیدن این آتش سوزی چه بلایی بر سر جنگلشون آورد. اومدیم و خدا رو شکر جنگل الان دیگه میبینید تو سال 4مش قرخ کردیم. هم یه سری گونه ها کاشتیم اینجا که اصلا مردم خودشون میکاشتن، گفتیم خب ببینید اینی که کاشتین با این خودروه چه فرقی میکنه، کدومش ماندگاری بیشتری داره. چه گونه هایی کاشتین؟ ما هم بلوط کاشتیم، هم بادام کاشتیم، هم پسته وحشی کاشتیم، هم گلاب وحشی کاشتیم. چهار گونه. آره و خودشون میدیدن. یعنی الانم ما الان قروقوانمون دو روز پسرش تصرف کرده، تو منطقه نیست. خیالمون جمعه که حداقل خیلی ها نمیان. یعنی اون بنده خدا که میاد اینجا رو بس آتش سوزی خیلی تاکید داره که خدا نکرده اگه آتش سوزی شد اطلاع بده، اما اون تعارضاتش خیلی شل شده. یعنی ما خیلی از افرادی که توی منطقه هستن به ما میگن فلان جاده باز شده، بیایید ببندیدش، یا فلان دام ما فلان جا دیدیم برگردوندیم. یعنی اینقدر این احساس مالکیت در این منطقه قوی شده که الان ما درخواست ایجاد مناطق دیگه هم اطراف داریم. چون اینجا الان این مساحتی که قرخ کردین چند هکتاره؟ الان رسوندیم به 200 هکتار. 200 هکتار. همین 200 هم هست، چون الان میبینید این علفزارش خیلی بلند شده. خیلی خوبه، اما خب خطر آتش سوزی هم داره. یعنی ما دوباره دنبال راه هستیم که بتونیم اینجا رو آتش سوزیش هم کار کنیم. یه سری آتش برد زدیم، قروقبان داریم و تانست ما واسه این که اینجا آفات هم داشتیم اومدیم یک سری چیز هم زدیم. سم زدیم؟ نه 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 نه، این سنگچینا اسمش یاد هم رفته. آها، این چیز؟ آبخیزایی بهش میگن گابیون. گابیون اومد اسم چیزی داره اومدیم علی سطح پرچین نه اصلا اومد اسمش چی بود. خب اشکال نداره، اومدیم اینجا حتی واسه اینکه درخت‌ها چون کم آبی ما بارش مقدار کم داشتیم، اینا رو به صورت اکس ایل صد ایجاد کردیم. چون با خاک چم شروع میشه میاد بالا، این آب رو انتقال میده به ریشه که این درخت باعث میشه قوی‌تر بشه، مقابل آفات هم مقاومت بیشتری داشته باشه. اینجا سلام، ما هم خیلی از پرنده‌ها برگشتن، حتی اون عمود منطقه هم خیلی خوبه. سرسدایی که ما تو منطقه میشنویم همین مسئله رو نشون میده. و اینکه گونه های گیاهی هم خیلی هم کاشتیم، جاشیر و بیلر و بناسرخ که در منطقه در حال انقراض بودن ما کاشتیم، خدا شکر داریم بعد ازشون میگیریم. و وضعیت منطقه هم دیگه مشخص خودش. چشم‌انداز چیه؟ برنامه چیه؟ اگر که امکانات بهت بدن میخوای چی کار بکنی؟ ما هدف اینه که بتونیم وسعت بیشتری رو قرخ کنیم، چون جنگل آسیب دیده. با آتش سوزی قد گسترده بود، حتی فیلم هایی که ما از هنوز ازش داریم جزء که از آتش سوزی های بزرگ بود که واقعا کلیپاش خیلی تاثیرگذار بود. هدف ما اینه کم مردم رو بیشتر مداخله بدیم در موضوع، اصلا خودشون بیان پای کار، هی وسعت منطقه رو بیشتر کنیم. چون حتی ما درخواست داشتیم روستای اونوری، گفتن خب بیا اونورم واسه ما قرخ کن. یعنی من یه چند تاشون دیدم گفتن خب تا بشینیم با هم یک تصمیم بگیریم، ما با کمک مردم هممون آورده شما مشخص باشه که دامتون نیاد، منطقه رو بتونیم قرخ کنیم. آورده ما با کمک مردم مشخصه که میتونیم این کار انجام بدیم. این منطقه است یک هدف دیگه داریم، قرقای کوچک توی منطقه مختلف ایجاد کنیم. چون بچه‌ها میگم یعنی اینجا رو بکنی یه پایلوت موفق و بعد خودش تکثیر بشه، اطراف روستاهای دیگه هم ایجاد خروخ کنید. شما بچه‌ها میگم 5 هکتار شما خروخ کنید، ببینید چقدر مردم خودشون پای کار میان. وقتی من الان میگم خودشون میان، حتی ما مورد داشتیم اومده بودن گفته بودن خدا وکیلی اینجا چیزی نکنید، ببینید چقدر خوبه. در حدی که تونستین یه کنگری در بیارید، اما بخش رو دست نزنید. این قریه منطقه خوبه و همین
به قولی این اولویت یا اهمیت این منطقه اینه که مردم خودشون پای کارن. ببین چه تمهیدی نداریم که بخوایم هی بگیم به قولی امری باشه دستوری باشه، نه با مشارکت. چه تمهیدی به کار میبری که مردم قبول میکنن دامشون رو نیارن، کشاورزی در زیر و شکوب نکنن، دانه های بلوط رو جمع نکنن؟ به هر حال بیزینس این مردم، کسب و کارشون، معیشتشون از دل همین جنگلا تامین میشه و تو به هر حال تونستید حالا در حد 200 هکتار اونها رو تشویق بکنی که برن بیرون و بذاری جنگل دوباره نفس بکشه. این اگر بخواد تداوم داشته باشه باید بشه برای اونها معیشت‌های جایگزین معرفی کرد. برای این چه فکری کردی؟ پس ما هدفمون اینه، یعنی یک بخش از کارم این بود که گفتیم خودتون زینف اصل این منطقه هستید. اولا بیاید بخش از این گیاهداری که تو عرصه است بذر اینو بگیم به جای اینکه خودشو بکنیم بیایم تو زمینای کشاورزی بکاریم. چه گیاهداری هست اینجا؟ اینجا بنوسرخ هست، زاشیر هست، بیلر هست و گونه‌ای که الان قابل کاش میشه ازش گرفت. کارده هست و چیزایی که الان ما کاشتیم اینا هست. موسیر اینا قیمتهای خیلی بالا دارن که پدرم زحمت زنده باش و بازگیریشون رو میکشن. من بخش اجرایی هستم. آقای سجادیان بزرگ که از پیش قراولان فعالیت‌های محیط زیستی در استان کوکیل و بایرحمت هم هستن. انجیوتون چه سالی ثبت کردین آقای سجادی؟ ما سال 78 78 جزء اولینا هستی نه؟ بله ما جزء اولینا هستیم. خدا خیرتون بده، دیگه ژنش به پسرتون هم منتقل شده. من خوشحالم که یه کار فرهنگی را واقعا اینجا انجام دادن. یعنی کل این منطقه همه هر وقتی که مشکلی دارن در مورد محیط زیست یا جایی که آتش سوزی میشه یا دام فراوار یا چوب میبرن همه بیان زنگ به من میزنن. یعنی به جایی که به منابع طبیعی زنگ میزنن به من زنگ میزنن که فلان این همچه اتفاقی داره میفته. در واقع من خوشحالم که کار فرهنگی انجام دادیم. مثلا اینجا جناب دکتر این منطقه به حساب از لحاظ عرفی بین عشایر خودشون تقسیم بندی، یعنی هر عشایر میدونن دامشون رو باید کجا ببرن. یعنی اون طرف که مال عشیره دیگه هست دیدن ما این کار کردیم، خود اونا دوباره متقاضا شدن که آقا ما میخوایم این کارو تکثیر داریم. طلبان اومدن امسال یه بخشی رو بردن زیده. امیدوارم اینجا وسعتش دست کم به 1000 هکتار برسه، سنجاب ها برگردن، خرس قهوه‌ای برگرده. اینجا پتانسیل بالایی داره برای اینکه تبدیل به یه اکوسافاری بشه و در واقع مردم بیان اینجا رمه های کلبوس ها و قوچومیش ها رو تماشا کنن و اینگونه تولید ثروت پایدار اتفاق بیفته، نفعش هم خود جامعه محلی ببره. چیز دیگه هم هست بخوای بگی امید؟ از همین این که ما سعی کردیم مردم خودشون مشارکت کنن و هدف بعدی ما اینه که از طریق درآمد پایدار به این پروژه برسن. ما بحثمون اینه که گفتن تو اون بحث کشاورزی تا اگر میتونن این گونه ها رو بکارن چون درآمد خیلی بالایی داره، چون تقاضا هست، این بخش از تقاضا از همین طریق تامین کنن. و تو بحث گردشگری مردم رو پای کار، چون واقعا هم ظرفیت خیلی بالایی داره، هم مردم خودشون رفتن دنبال این موضوع. وقت ما بهشون میگیم دامتون یا اصلا من تا الان نداشتیم با ما بحث کنن. شاید از روستاهای اونورتر که این منطقه رو نمیشناختن بهشون گفتیم که اونا هم پذیرفتن. اما همین که احساس میکنن مال خودشونه و اگر قطعا درآمدش هم به این سمت بیاد استقبال بیشتری میکنن. و بخیر منطقه هم که دیدن ما الان درخواست های زیاد دادیم که حالا میخوان از 5 تا 5 تا مثلا 5 تا 5 تا شروع کنیم که انشالله بتونیم تو مناطق مختلف داشته باشیم که هر کسی هم خواهد بیاد ببینه خودش مخایسه کنه این منطقه. چون درست ما یک گونه داریم، یک مناطق از نظر گیاهی شبیه هم هستن، اما خب تنوعشون باز با هم متفاوت. آره و دوست داریم که بیان ببینن این منطقه با منطقه دیگه چه تفاوت داره و چه اتفاق میفته و واقعا نقش مردم و جامعه محلی چقدر مهمه. تا اینکه این مردم و جامعه محلی احساس مالکیت نکنه، احساس نکنه جنگل ما رو خوشحال، هر کاری که ما انجام بدیم بی‌فایده است. اما از این آخر بگم، حتی من چیزی که بهشون میگم خب این احساس تعلق داره. گفتم این جنگل مال کیه؟ کی بربردار اصلی؟ اصلا فکر کنین جنگل نداریم، کجا میخوایم مهاجرت کنیم؟ اصلا گاهن میگفتن به شرایط اطراف، گفتن 40% آبای اونا شما دارید تامین کنید، کجا میخوایم بریم؟ من رفتم برادر در مادر، اما میتونی یک روز تا 1000 نفری ببری؟ خوشم گفتن نه. و این بود که واقعا اون احساس تعلق ایجاد شد. یعنی من بهشون گفتم کجا میخوایم بریم جز اینی که بربردار است؟ این جنگل مال هیچ کی نیست، نه مال دولت، نه مال هیچ مدیریه، و شما هستید که اینجا هستید. و خوشم پذیرفتن، چون
نه که پذیرفتن، چون خودشون دارن آتیش رو خاموش میکنن، خودشون اومدن پارک کردن، آتیشی که خاموش کردن بخش اصلی و مردم اومدن و خودشون هم کمک کردن، الان هم خودشون پای کار هستن. خدا خیرتون بده. یه کاری هم که امیدوارم انجام بشه، الان یه تجربه های منفردی تو کشور داره اتفاق میفته، جاهای مختلف، مثلا کمال محمدی تو منطقه ماغرجان داره این کارو میکنه، سعید انصاریان تو الگن داره این کارو میکنه، بچهای پاتاوه دارن این کارو میکنن، تو زنجیره اولیا تو ایلام داره این اتفاق میفته، رؤوف آذری تو سردشت. خوبه یک گرد همایی هر سال بذارید، این بچهایی که دارن قروق و تجربه میکنن با همدیگه به اشتراک بذارن تجربه هاشون رو. مجبور نباشید هر تفه چرخو از اول اختراع بکنید، و این که با همدیگه بشینید و گفتگو بکنید خیلی کمک میکنه به این که پیشرفت این پروژه ها شتاب بگیره و درصد شکستش کاهش پیدا کنه. ما کاری هم که کردیم، یعنی ما تو استان سال پیش رو همین بس، این یک شروع کاری بود، اومدیم مناطق که آتش سوزی داشتن یا گروه های فعالی داشتن، اومدیم اینا رو تدریس کردیم، گروه بندی کردیم، گفتیم نه گروه آتش، شما اصلا بیایید پای کار، این تجربه که ما داریم، ما از بقیه دوستان یاد گرفتیم، اینا رو به اشتراک بذاریم. ما اومدیم 21 تیم تدریس کردیم، خیلی جان واقعا من چند تا از تیمام خروجی که می‌خواستن نرسیدیم، خب چون کار مشارکتی سخته، نمی‌تونیم بگیم همه جا میشه ما. اما اون تعداد تیمایی که داشتیم خیلی خوب بوده، سال پیش خیلی از آتش سوزا رو کنترل کردن و الان هم دنبال همینیم که این تجارب و اون 18 تا تیم رو کنار هم جمع کردیم و با بقیه بچه هم این کار انجام بدیم، چون ما یه تجربه داریم بخوادی از پدر و از پدر بزرگ منتقل شده و اینا رو در اختیار همه دوستان قرار بدیم که بتونه انشالله قروقای کشک و مشارکت مردم بیشتر بشه. انشالله امروز هم که 9 خرداد ماه 1403 هستش و منتظر خبرهای خوبی باشید از فعالیتهایی که امید سجادیان و رفقاش دارن، نهضت سبز زاگرس دارن انجام میدن. اینم که میبینید جواد حیدریان، خبرنگار نام‌آور کشور، که بچه همین استانه و با ما اومده که در واقع بتونه اونم به این خدماتی رو که نهضت سبز زاگرس داره انجام میده رو انعکاس بده. جواد چند وقت اینجا نیومده بودی؟ من سال 82 از استان زدم بیرون، به جز که برگشته باشم پیش خانواده، تقریبا میتونم بگم که به این شکل تو طبیعت این منطقه نیومده. البته بقیه جای ایران چه با از ایتالیا چه با دوستان سازمان دیگه رفته بودم هم طبیعت زاگرس، ولی تو استان خودمون به نسبت نرفتم توی طبیعت، و شاید 20 سال دیگه باید یه ادای دینی بکنی به سرزمین مادری و خانه پدری و اینجا رو هم به هر حال کمک بکنی که مشکلاتش کمتر بشه. من تو رسانه تلاش کردم که کمک بشه به این، ولی حضور فیزیکی خودم شاید اولین باره و برحال افتخاری بود خدمت از ذاتون. هم تشکر میکنم از اینکه توجه ویژه دارید به مناطقی مثل این استان و استانهای شبیه به این، و همین که امید عزیز از دوستان بنده است و دیدم یه صداقت در کارشون، احساس کردم باید بهشون کمک بشه و هم هستم. قربونتون برم. مرسی از شما. خواهش میکنم.